بعضی از بزرگترها رو دیدین که وقتی زمان اخبار میشه کنترل تلویزیون رو از زیر سنگم که شده پیدا میکنن و چنان محو دیدن اخبار میشن که اگر چیزی بگی چنان عربده‌ای سرت میزنن که باید لال بشی. انگار فینال جام ملت هاست. میدونین چرا اخبار انقدر براشون مهمه؟ چون هر خبر ممکنه انقدر مهم باشه که مسیر زندگی و تصمیماتشون رو تحت تأثیر قرار بده و یا اصلا تغییر بده. اقتصاد هم همینطوره. اقتصاد توی جزء زندگی ما تأثیر داره. از غذایی که میخوریم، لباسی که میپوشیم، ماشینی که سوار میشیم، بازی که میکنیم. ما با کمک اقتصاد میتونیم زندگی شخصیمون رو بهتر اداره بکنیم و آیندهمون رو بسازیم. شاید به این فکر کنید که اقتصاد یعنی اینکه چطوری پولدار بشیم. پولدار شدن یکی از چیزایی که اقتصاد راجع به اون صحبت میکنه و دربارش میپردازه. اقتصاد در واقع به ما یاد میده که پولی که در اختیار داریم رو چطوری خرج بکنیم که بیشترین استفاده ممکن رو ازش ببریم. فرض کن یه مقدار پول مشخصی داری و میخوای تصمیم بگیری که از این مقدار پول مشخصت چطوری استفاده بکنی. مثلا 10,000 تومان. با 10,000 تومان چی کار میشه کرد؟ میتونی یه ساندویچ بخری با این نوشابه. اما اگر این پول رو خرج نکنی و هر هفته اونو جمع بکنی، میتونی بعد از چند ماه یه گوشی هوشمند بخری. این یعنی که از اون مقدار مشخص پولت بهترین استفاده رو بکنی تا حال بیشتری رو ببری. این دقیقاً تعریف علم اقتصاده. اگه بخوام یکم رسمی‌تر باهاتون صحبت بکنم اینطوری میشه که ما نیازهایی داریم که نامحدودن، اما منابعی که در اختیار ماست محدودن، مثل پول، زمان یا هر چیز دیگه. بنابراین ما باید یک جوری این منابع محدود رو استفاده بکنیم که بتونیم باهاشون نیازهای مختلفمون رو برطرف بکنیم و بیشترین مقدار رضایت و یا اصطلاحاً مطلوبیت رو به دست بیاریم. بنابراین علم اقتصاد علمیه که چگونگی تصمیم‌گیری در مورد اختصاص دادن منابع محدود برای رفع نیازهای نامحدود رو بررسی میکنه. همین تعریف ساده که برای 10,000 تومان پول تو جیبی ما صدق میکنه، برای بودجه یک کشور با جمعیت 100 میلیونی هم صدق میکنه. یک کشور توسط دولتش باید تصمیم بگیره که پول تو جیبش رو چطوری استفاده بکنه که بیشترین میزان مطلوبیت و رضایت رو کسب کنه. ارزش و مطلوبیت چیزهای مختلف دقیقاً بستگی به نظر اون کسی داره که از اقتصاد میخواد استفاده بکنه. دقیقاً مثل سلیقه آدم توی غذا خوردن میمونه. شما یه غذایی که دوست داری و مطلوب توئه، حاضری به خاطرش پول بدی و اون غذا رو بخری. چرا؟ چون باهاش حال میکنی. اما اگه از یه غذایی بدت بیاد، حتی اگه اونو مجانی هم بهت بدن حاضر نیستی اونو بخوری. حتی اگه بهت پول هم بدن حاضر نیستی اون غذا رو بخوری. یعنی اینکه اقتصاد به حال کردن و نکردن شما بستگی داره. البته همچین بیدر و پیکر هم نیست. این لذت بردن شما از یه سری قوانین خاص پیروی میکنه. فرض کنین مثلا وسط گرمای تابستون توی یه بیابون گیر افتادین. خیلی خیلی تشنه هستید و به شدت دنبال یک لیوان آب خنک می‌گردید. لیوان اول رو که به دست میارید و می‌نوشید، به یک مطلوبیت بی‌نهایت دست پیدا می‌کنید. لیوان دوم بدک نیست. لیوان سوم رو به زور می‌خورید. اما دیگه حالتون از لیوان چهارم به هم می‌خوره. یعنی لیوان چهارم دیگه برای ما مطلوبیتی نداره. این نشون میده که مطلوبیت هر واحد اضافی برای هر کالای نزولیه. یعنی چی؟ یعنی که اگه ما از هر چیزی یه مقدار بیشتر از اون چیزی که نیاز داریم داشته باشیم، ارزش اون برای ما میاد پایین. بابا باریک الله، آفرین، چه پسری. حتما کلی اطلاعات در مورد جهان پیرامونت داری. آفرین، باریک الله، خوشم اومد. به به و چه چه. حالا بگو ببینم، میدونی کفش چجوری درست میشه؟ کفش؟ ماکارونی چی؟ میدونستم. لباسشویی رو چطور؟ آب معدنی رو چطور؟ نمیدونی؟ بنزین هم نمیدونی؟ پرینتر رو میدونی؟ هندونه رو نمیدونی؟ چیزی درست میکنی؟ بابا کجا باید بدونم؟ پا تو چی میدونی آخه؟ نمیدونم بابا، بلم کنید، نمیدونم. Do 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 do
پس فهمیدیم وقتی که در اقتصاد صحبت از ارزش میکنیم منظورمون فقط ارزش پولی نیست، منظورمون مطلوبیتیه که به دست میاریم. این مطلوبیت میتونه سودی باشه که به دست میاریم یا حتی هزینه ها. بذارید با این مثال این رو براتون روشن‌تر بکنم. شما فرض کنید که میگن در فلان رستوران غذای مجانی میدن. آیا حضور شما در اون رستوران هیچ هزینه‌ای برای شما نداره؟ اگر فکر کردید مجانیه، دارید 100% اشتباه میکنید. چون یه ضرب المثل در اقتصاد در همین باره وجود داره که میگه هیچ نهار مجانی وجود نداره. درسته که اون رستوران بابت غذایی که به شما میده پولی از شما دریافت نمیکنه، اما در حقیقت شما با حضور در اون رستوران و غذایی که اونجا خوردید زمانی رو صرف کردید که میتونستید صرف یه کار دیگه‌ای بکنید، تفریح بکنید، به تماشای تلویزیون بنشینید، بخوابید یا حتی کاری بکنید که برای شما کسب درآمد باشه. اما شما به جای اون به رستوران رفتید. بنابراین هزینه رفتن به اون رستوران میشه محروم شدن از کارهای دیگه‌ای که میتونستید در همون زمان انجام بدید. به این مفهوم تو اقتصاد میگن هزینه فرصت. یعنی هزینه‌ای که برای از دست رفتن فرصت‌های دیگه اتفاق می‌افته. وقتی شما دارین تصمیم می‌گیرین که 10000 تومان پول تو جیبتون رو چیکار بکنید، در واقع دارید به طور کاملاً ناخودآگاه هزینه فرصت‌ها رو با هم مقایسه می‌کنید. اگه همه اون پول رو ساندویچ بخرید شاید خیلی خوشحال بشید، اما بعدش مجبور می‌شید پیاده برگردید. مسئله همونطور که برای ما اهمیت داره برای دولت‌ها هم اهمیت داره. دولت‌ها تصمیم می‌گیرن که بودجه خودشون رو صرف چه مسائلی بکنن. مثلا می‌تونن اون رو اختصاص به صنایع نظامی بدن یا مثلا اون رو خرج رفاه مردمشون بکنن و مثلا پارک و مراکز تفریحی و از اینجور چیزا بسازن. شاید در نگاه اول گزینه دوم خیلی بهتر به نظر بیاد، اما هزینه فرصت این انتخاب میشه امنیت و استقلال کشور. اگر دولتی تصمیم بگیره که هیچ پولی رو سقف صنایع نظامیش نکنه و با اون پول پارک و باغ وحش بسازه، از یه طرف ممکنه که مردم خوشحال بشن و به پارک و باغ وحش برن، اما تو صنایع نظامی ضعیف میشه و ممکنه که از طرف بقیه کشورها مورد تهدید قرار بگیره. بنابراین اقتصاد به ما یاد میده که با استفاده بهینه از امکاناتی که داریم چطور نیازهای مختلفمون رو رفع بکنیم. نیازهای مختلفی مثل خوراک، پوشاک، مسکن یا حتی هوا. بله هوا. خب یکی از چیزایی که ما خیلی به اون نیاز داریم هواست. اما آیا اقتصاد در مورد هوا صحبت میکنه؟ واقعیتش اینه که نه. اقتصاد در مورد اون چیزهایی صحبت میکنه که ما برای به دست آوردنش محدودیتی داریم یا اصطلاحاً کمیابن، به طوری که استفاده از اون برای ما هزینه‌ای رو در بر داشته باشه و ما باید هزینه اون رو پرداخت بکنیم. به این میگن کالای اقتصادی. کالایی که در دسترس همه نیست و بشه براش قیمت گذاشت. بنابراین اقتصاد در مورد همه چیز صحبت نمی‌کنه. امروز اقتصاد در مورد هوا صحبت نمی‌کنه، اما ممکنه یه روزی هوا انقدر کم بشه یا آلوده بشه که ما مجبور بشیم برای اون پولی پرداخت بکنیم. اون وقت هوای کالای اقتصادی محسوب میشه. همین الان تو کشور چین در بعضی از فصل‌ها چون هوا بسیار آلوده است، هوا رو از کشورهای دیگه وارد می‌کنن و مردم هوا رو که تو یه سری از بطری‌ها ذخیره شده می‌خرن. در اونجا هوا به عنوان یک کالای اقتصادی محسوب میشه. داداش سلام علیکم، هوای خوب چی داری؟ هوای بندرم داری؟ میشه تست کرد؟ به به، من یه 5 متر مکعب از این میبرم اگه زحمت نباشه. خیلی متشکرم. پس بنابراین اقتصاد به دنبال اینه که شما با منابع محدود کالاهای اقتصادی بیشترین مطلوبیت رو به دست بیارید. خیلی ممنونم که همراه ما بودید در دانستنی‌های اقتصاد و تولید. خواهش میکنم هر سوال اقتصادی به ذهنتون میرسه حتما برای ما ارسال بکنید تا در برنامه بعدی پاسخ اون رو دریافت بکنید. بازم از شما تشکر میکنم که دانستنی‌های اقتصاد و تولید رو همراهی کردید. ما رو دنبال بکنید. خداحافظ.